میدونی بابای من انگشت شستش بزرگتر از بقیه انگشتش بود. چرا؟ مگه مشکل ژنتیکی داشت؟ نه، چون اون کاری که تو الان داری با چاقو میکنی اون با انگشت شستش میکرد. آها خب راستشون بخوای دوست من، منم بعضی وقتا تفنگانی از شستم استفاده میکنم. ببینم شست تو. خب اگه این شسته اون حداقل باید 180 میبود. حالا اگه کارت با اون چاقو تمام شده میشه ولیش به من؟ او ببخشید بیا. تا حالا امتحان کردی؟ چیو؟ این که اول بمالی بعد بخوریش. چی؟ نه نه کره رو میگم. نه میدونیم از اولش به نظر من یه کاری بود که فقط باعث میشد وقت آدمو بگیرم. یعنی تا حالا امتحان نکردی؟ اینطوری خیلی خوشمزه تر میشه. چه فرقی میکنه؟ کره کره است دیگه. نگو که نمیدونی کره فقط سه حالت نداره. من و بابای تو با این کارمون در حقیقت کره رو به میان حالت جامد و مایع تبدیل میکنیم. اگر کره رو در حالت جامد یا مایع دو تا پدیده متفاوت در نظر بگیریم، از منظر پدیدارشناسی ما از اون در مرز میون این دو پدیده استفاده میکنیم. تلاشتون تحسین برانگیزه، ولی آیا این همه اطلاف وقت میارزه؟ به نظر من که کره به هیچ وجه شخصیت مستقلی نداره. کره به خودی خود هیچی نیست. کره با پنیر، کره با کباب، کره با خاویار، تنها جایی که کره غالبه نهایتا کره شکره که خود کره فکر کنم اگه میتونه حرف بزنه میگفت میتونیم ازش چشم‌پوشی کنیم. بس تو همینجاست میسته من. کره موجودی بی ادعاست. میدونی مانیفست کره چیه؟ من اومدم تا زندگی رو برای شما زیباتر کنم. بورژوازی. نه. چرا؟ بورژوازی. میدونی کره هم برای شما علت تجمله. پرتغالیا صبحونه نمیخوره. فقط شکم شاید حجمی از خوراکی پر میکنه چون میدونه اگه این کارو نکنه تا شب دووم نمیاره. اما بورژوا احتمالاً به مدل دسته چاقویی که قراره با صرف زمان مختزی کرهشو با اون روی نون بمالم توجه میکنه. اشتباه میکنی دوست من. کره علت تجمل نیست. کره تنها روزنه یه که از اون کورسوی لذت به زندگی یه پرولتالیا میتابه. چطور میتونی همچین حرفی بزنی؟ تا حالا به رنگش دقت کردی؟ رنگ طلایی براقش نسبت دادن همچین رنگی به یه پرولتالیا خیلی بیرحمیه. رنگ طلایی براقش؟ نه رنگ طلایی براقش. چطور راجب لیزیش هم صحبت کنی؟ نه دوست من، کره زرده، همون زردی که توی سینما برای القای حس خیانت ازش استفاده میکنن. آروم باش، هیچ فکر نمیکردم این قضیه اینقدر برات مهم باشه. تو این دنیای و این بزرگی کره اصلا به چشم نمیاد. من حتی شک دارم کسی بتونه تو نگاه اول کره رو درست بخونه. خیلی چیزا هستن که به نظرت ممکنه به چشم نیاد، ولی واسه من مهمن. مثلا همون خرس کوچولویی که تو برای تولد زنم براش گرفتی، نمیتونستی مثل همه کتابی چیزی بهش هدیه بدی؟ بیخیال، تو که از بابای منم متحجرتری. نکنه هنوزم موقع بیرون رفتن پاشنه کفشاتو میخوابونی. میدونی من فکر کردم تو قضیه من و زنت خیلی روشن‌تر از اینا برخورد کنی. چت شده اول قضیه کره، حالا هم رابطه من با زنت. از کی تا حالا این چیزای پیش پا افتاده اینقدر برام شده؟ خب دوست من، برای من پیش پا افتاده نیست. من نمیتونم وقتی تو رو با زنم میبینم برم برای خودم قهوه دم کنم و منتظر بشم تو کارت با زنم تموم بشه و از اتاق خواب بیاد بیرون. و اما کره یه کار بردی دیگه کره رو یادم رفت بهت بگم. کره با سیانوری.